سلام، با یه قسمت دیگه از برنامه در یک نگاه همراهتون هستیم. نگاهی به تعدادی از مهمترین خبرهای هفته گذشته ایران و جهان به روایت تصویر. بیشتر از 2 ماه از شروع ناآرامی ها در اوکراین میگذره. معترضان که خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، از ماه نوامبر در اعتراض به خودداری رئیس جمهوری اوکراین از امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به خیابون آمدند. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اون کشور به جای امضای پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا اعلام کرد که قصد داره روابط اقتصادی با روسیه رو گسترش بده. تظاهرکننده‌های اوکراینی به سیاست‌های دولت در صرف نظر کردن از امضای توافقنامه تجاری با اتحادیه اروپا و نزدیک شدن به روسیه اعتراض دارند. درگیری نیروهای امنیتی با این تظاهرکننده‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی به جا گذاشته و اقتصاد اوکراین رو هم در آستانه فروپاشی قرار داده. هفته گذشته نخست وزیر اوکراین استعفا داد. با این وجود اعتراض‌ها همچنان ادامه داره. به نظر میرسه مخالفان قصد دارن تظاهرات خودشونو تا زمان کنارگیری رئیس جمهوری و تغییر کلی سیاست‌های کشور ادامه بدن. همکارم در گزارشی نگاهی کرده به ناآرامی‌های اوکراین. ادامه اعتراض‌های خیابانی در اوکراین میکولا آزاروف نخست وزیر این کشور را به استعفا سپرد. دفتر آزاروف اعلام کرده که این اقدام نخست وزیر ابتکار عملی شخصی بوده و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی اوکراین است. بنابر این اعلام، آزاروف از ویکتور یانکوویچ رئیس جمهوری اوکراین خواسته است تا با درخواست استعفایش موافقت کرده و راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران کشور بیابد. با توجه به تحولات اخیر به نظر نمی رسد استعفای نخست وزیر به پایان اعتراض ها بینجامد. هفته گذشته یانکوویچ پیشنهاد داد تا پست نخست وزیری به یکی از رهبران اپوزیسیون واگذار شود. معترضان اما با اعلام اینکه خواستار کنارگیری رئیس جمهور و برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری هستند، با این پیشنهاد مخالفت کردند. به هر حال اوکراین همچنان صحنه رقابت بر سر نفوذ سیاسی و اقتصادی میان غرب و روسیه است. اعتراض‌های اوکراین 2 ماه پیش پس از آن آغاز شد که دولت از امضای توافقنامه مهم تجاری با اتحادیه اروپا صرف نظر کرد و با نزدیک شدن به روسیه روابط اقتصادی نزدیکتری با مسکو برقرار کرد. در هر حال ادامه وضعیت کنونی به شدت اقتصاد اوکراین را تهدید می‌کند. وزارت انرژی در محاصره معترضان است و صنعت انرژی اوکراین به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است. از هفته گذشته پس از برچیدن چادرهای محل تحصن معترضان توسط نیروهای پلیس، تظاهرکنندگان فاز تازه‌ای از حرکت مقابل جویانه خود را آغاز کردند که می تواند منجر به خشونت‌های بیشتر شود. توافق موقت هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی تا کجا پیش میره؟ آیا میشه چشم‌انداز اون رو اونقدر روشن تصور کرد که به توافقی نهایی منجر بشه؟ هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به سنت هر ساله در کنگره آمریکا حاضر شد و سخنرانی کرد. سخنان اوباما در قبال ایران البته تفاوت زیادی با چیزهایی که ماهای گذشته گفته بود نداشت. او هم نماینده ها را از اعمال تحریم های بیشتر برحذر داشت و هم زبان گزنده خودش را همچنان در قبال دولت مردان ایرانی حفظ کرد. سیاست یکی به نعل یکی به میخ. اونطور که محمد حسینی در گزارشش میگه، برخوردهای اینچنینی شاید مثل همیشه بهانه‌ای به دست مخالفخوان‌های داخلی حسن روحانی بده. It is American diplomacy backed by pressure that has halted the progress of Iran's nuclear program and rolled back parts of that program for the very first time in a decade. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در ششمین نطق سالانه خود که سخنرانی وضعیت کشور نام دارد تاکید کرد استفاده از فرصت به وجود آمده در قبال ایران برای امنیت امریکا اهمیت ویژه‌ای را داراست و بار دیگر بر لزوم حل دیپلماتیک مناقشه هسته ایران تاکید کرد. And with our allies and partners, we're engaged in negotiations.
to see if we can peacefully achieve a goal we all share. اوباما این فرصت به وجود آمده میان غرب و ایران را گامی مهم و پر اهمیت دانسته است و آن را مجالی برای خروج ایران از انزوا و بازگشت آن به جامعه جهانی خوانده و تاکید کرد که اگر ایران همکاری لازم برای حل این مناقشه را نداشته باشد، او جزء نخستین کسانی خواهد بود که تحریم‌های بیشتری را علیه تهران طلب خواهد نمود. با این وجود اوباما تاکید کرده که در زمان گفتگوها با مقامات تهران هر گونه تحریم جدید علیه ایران را وتو خواهد کرد. But let me be clear. If this Congress sends me a new sanctions bill now that threatens to derail these talks, I will veto it. For the sake of our national security, we must give diplomacy a chance to succeed. این در حالی است که فشارها از سوی کنگره آمریکا مبنی بر تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران همچنان وجود دارد. با نگاه به اینکه هنوز چند ماه از توافق اولیه هسته‌ای میان غرب و ایران در ژنو نگذشته، این می‌تواند بهانه‌ای باشد برای مخالفان توافق ژنو در ایران برای فشار بیشتر به تیم مذاکره کننده و دولت حسن روحانی. اولا از نظر آقایون توافقنامه ژنو چیزیه که هیچکی نباید توش تردید کنه، مثل هولوکاست میمونه که در مورد هولوکاست هیچکی نباید فکر کنه، هیچکی نباید نقد کنه. اینا توافقنامه ژنو رو هم میگن که همینطوریه. اما فشارها به تیم مذاکره کننده هسته‌ای به همینجا ختم نشد. چندی قبل ایمیل های گروهی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن با اشعاری تند و تهدیدآمیز حسن روحانی و تیم مذاکره کننده هسته‌ای به انتقام تهدید شدند. این تهدید آنقدر جدی بود که واکنش جانشین فرمانده پلیس کشور یعنی احمد رضا رادان را هم در پی داشت. از طرفی دیگر موضع‌گیری های گاه و بیگاه مقامات مختلف در امریکا نیز مزید بر علت شده تا تندروهای داخلی فشار بیشتری را بر حسن روحانی وارد کنند. حال آقای روحانی و تیم مذاکره کننده تلاش دارند تا با زنده نگاه داشتن امیدها به توافق به وجود آمده و پیروزی خواندن آن برای جمهوری اسلامی با زبان سیاسی پاسخی به فشار گروه‌های مخالف توافق هسته‌ای داده باشند. یعنی تسلیم قدرت‌های بزرگ در برابر ملت بزرگ ایران. توافق ژنو یعنی پذیرش جهان در برابر فناوری صلح‌آمیزی که در سایه تلاش و ایثار دانشمندان جوانمان به دست آورده ایم. توافق ژنو یعنی شکستن سد تحریم که از اینکه با این برنامه همراه بودین سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.